تبریک به خلق قهرمان، به ارتش آزادی بخش ملی ایران، به اشرفیان و همه شهیدان و یاران اشرف نشان. قبلا گفته بودیم که آخوند رئیسی و پاسدار سلیمانی باید به لاجوردی و صیاد شیرازی ضمیمه شوند و چنین خواهد شد. لعنت خدا و خلق بر همه آنها باد و در رأسشون خامنه ای خلیفه ارتجاع و آخوند روحانی رئیس جمهور ارتجاع. حرف یکی بیش نیست. شاه سلطان ولایت، مرگت فرا رسیده و چرخهای سرنگونی با سرعت بسا بیشتر به حرکت در می آیند. به نام خلق قهرمان و ارتش آزادی ستان، به دشخیمان و مزدوران اخطار می کنم که همچون رژیم شاه روزگار پایانی فرا رسیده است. به خلق و ارتش آزادی و کانونهای شورشی تسلیم شوید و سلاحهای خود را تحویل دهید و به خلق در زنجیر روح شهیدان شاد، زمان برخاستن است. پرسنل مردمی ارتش باید به مردم بپیوندند و سلاح‌ها و تجهیزات را به مردم و ارتش آزادی بخش ملی ایران تحویل بدهند. تنها جواب شیخ آتش است. جوانان دلیر و شورشگر و کانون‌های شورشی برای خلع سلاح و تحویل گرفتن تسلیحات باید آماده باشند. آماده و هوشیار و بیدار. بدانید که در این شرایط هر تجری و تعرض و شلیک دشمن زبون را باید با تمام قوا و به طور مضاعف آتشین پاسخ داد. سپاه و بسیج ضد مردمی باید تسلیم شوند. باید سلاح‌ها را تحویل داده و عناصر آن که نمی‌خواهند کیفر ببینند پی کار خود بروند. در غیر این صورت دیر یا زود به سختی کیفر خواهند دید. به خبرگان و شورای نگهبان و نمایندگان مجلس ارتجاع و تشخیص مصلحت نظام باید گفت شورش و اسیان آبان را دیدید. این شمه ای از آتش قهر و انتقام خلق ستم دیده و شهیدان بود. آخر عاقبت و کیفر سخت و سنگین در انتظار شماست. عمامه‌ها را بردارید، خامنه ای را حذف کنید، خود را منحل کنید. هیچ راه دیگری وجود ندارد. باشد که سال میلادی جدید سال سرنگونی رژیم ولایت فقیه باشد. به نام شهیدان و ارتش آزادی بخش ملی ایران، این سال را سال سرنگونی رژیم ولایت فقیه اعلام می‌کنیم. اما باید قیمت آن را، قیمت نیل و آزادی و حاکمیت جمهور مردم را به تمام و کمال بپردازیم. با تبریک به انقلابیون و جوانان شورشگر عراقی باید گفت اکنون عراق می تواند از یوغ اشغال رژیم ولایت فقیه آزاد شود. بلادرنگ
دولت موقت برای برگزاری انتخابات آزاد را اعلام کنید و خواهان شناسایی بین المللی شوید. همچنین با تبریک به انقلابیون و ارتش آزاد در سوریه باید گفت خاک میهن مجروح و دردمند را میباید که تا آخرین نفر از مزدوران و عوامل رژیم آخوندها پاکسازی کرد. آنها را باید از سوریه بیرون ریخت. این کلید پیروزی است. و به آزادی خواهان و نیروهای دموکراتیک در لبنان، بساط حزب شیطان و مزدوران رژیم حاکم بر ایران را باید از لبنان جمع کرد. 40 سال کافی است. رژیم ولایت فقیه و عوامل دست نشانده آن باید از لبنان بروند. این کلمه رهایی و مسیر شکوفایی است. در مورد عراق بار دیگر تأکید می‌کنیم که اخراج و پایان رژیم در عراق در حکم پایان ولایت فقیه است. موتور ژئوپلیتیک روشن شده و آتشفشان قیام با خمینی و خامنه‌ای و رژیم آخوندی و سرکردگان و دست نشاندگانش سر سازگاری ندارد. به خامنه‌ای بعد از تهدید به خونخواهی و به گفته خودش انتقام سخت در مورد قاسم سلیمانی و دژخیم دیگر ابو مهدی باید گفت مصلحت تو در این است که فعلا قاچ زین نظامت رو محکم بچسبی، دادخواهی و مقاومت با تعصیب فرهنگ مجاهدین، دادخواهی و مقاومت پیشکش. و آخوند روحانی که با فراموش کردن مذاکره جوییش در همین دیروز، مذاکره جویی با آمریکا، حالا به گفته خودش در صدد انتقام از آمریکای جنایتکار برآمده است. تعریف و تمجید محوع از سردشخیم قاسم سلیمانی تداعی می کند مجیزگویی های آخوند خاتمی رو بعد از لاجوردی. همینطور تعریف غلیظ آخوند روحانی از قاتل تروریست ابو مهدی مهندس به روشنی نشان می دهد که همچنان که مجاهدین از 2 دهه پیش می گفتند، این شخص ابو مهدی فقط یک مزدور و جلاد رژیم بوده است و بس. پدرخواندگی رژیم بر این مزدوران و جنایتکاران مبالغه نیست، عین حقیقته. ورشکستگی امروز آخوند روحانی آینه تمام عیار ورشکستگی رژیم فرتوت ولایت فقیه و به سردشخیم جلاد آخوند ابراهیم رئیسی قضاییه جلادان مقدمتان خونباران. این جنایتکار باید همچون لاجوردی و صیاد شیرازی به خاطر قتل زندانیان کیفر ببیند. بند از بند این رژیم باید گسست و چنین خواهد شد. به جوانان دلیر میهن در سراسر کشور، مراکز بسیج و سپاه ضد مردمی باید در هم کوبیده شوند. آخوندها باید گورشان را گم کنند. پاسداران و قوای انتظامی و مأموران و مزدوران اطلاعات
باید تسلیم شوند و سلاح‌ها را تحویل دهند. سلاح‌ها از آن خلق و فرزندان رشید میهن است. رژیم سرکوبگر و عیادی و مراکز آن را خلع سلاح کنید. به ماموران و مزدوران اطلاعات و گشتاپوی دینی در داخل و خارج ایران هشدار می‌دهیم. تمامی پرونده‌ها و ارتباطات و وجوه دریافتی آنها برملا خواهد شد. بدون شک در برابر عدالت و قانون قرار می‌گیرند. دست داشتن در خون مجاهدین و فرزندان رشید این میهن کیفری سخت و سنگین دارد. قبل از سرنگونی رژیم تسلیم اراده خلق شوید. از جنایت‌ها و پلیدی‌های خود در خدمت این رژیم علیه مقاومت و انقلاب نوین مردم ایران دست بشویید. از سرنوشت سواکی‌های شاه عبرت بگیرید. گمان نکنید که با هفت خطی و هفت رنگی میتوان از کیفر جنایت و شقاوت در امان ماند. و پیام به خلق اسیر و مردم دردمند و روندگان راه شهیدان، از 30 خرداد سال 60 تا قیام آبان، به ارتش بیکاران و گرسنگان، چشمانداز سرنگونی و آزادی روشنتر و درخشانتر می شود. اما باید قیمت بدهیم. کس نخارد پشت ما جز ناخن انگشت ما. ملت ایران سرنوشت را با رنج و خون فرزندان رشیدش می نویسد. به کمک کانونها و جوانان شورشگر بشتابید. فریاد اعتراض و قیام را هرچه بالاتر ببرید. رژیم اینک در سراشی به سقوط است و هیچ غلطی نمیتواند بکند. نترسید، اگر مردم ایران بیستند جهان به حمایت برمیخیزد و در کنار آنها میستد. سلام بر خلق، سلام بر آزادی. رود خروشان خون شهیدان در پرتو مهر تابان مقاومت و آزادی ایران ضامن پیروزی مکتوم خلق ماست. Thank you.